میگی؟ بازش کن. نمیفهمم. یه دقیقه. یه دقیقه اینجا باش. چی میگی؟ نمیفهمم. یعنی بازش کن، اینجوری خوب نیست. مطمئنی؟ آره بابا، کجا فرار کنی؟ بازش کن. این چی میگه؟ چی همون نرکایی هم میشه دیگه. بزر بگه. بیا. با خودش حال میکنه که گزارش داده. این مسیر رو چک کردم. یه وقتی که سامان داشتم از اون بوده از اون بر میمونه. لازم میذاشتن با ماشین تا توی محبت هم بیاد. روزم که این پسر رو دیده داشته چمدون رو از همونجا میکشیده. چرا این حالا بهش میدادم؟ امپراتور بوده، هر غلطی میخواسته میکرده. تو چمدون چی بوده؟ جنازه سامان، درسته؟ نه جنازه رو نمیگم، دفعه دیگه که نمادش بود. این نمیگم. شما چطور از سامان نمیپرسیدین تو چمدون چیه؟ همین دیگه، این پسر هر گوی دلش میخواست میخورد. من چه هر گوی دلش میخواست میخورد؟ پس شما اینجا چی کارید؟ این پدرش از اون نظامی های دوستان از قبله، قدیمی ها. خب از اون هم این که آدم ها ازش حساب میوردن. چرا هیچی بهش نمیگفتی؟ من چی بهش بگم وقتی هیچی هیچی بهش نمیگه؟ از اینجا تا ایسار چقدر راهه؟ آقا بچه نشین، یعنی شما میگین این طرف کشته برده جنازه رو انداخته اون ور ایسار و چمدون خالی رو برگردونده آورده؟ تا ایسار چقدر راهه؟ چرا تعلیل میکنی؟ تا ایسار با ماشین بوده 20 کیلومتر. اونجا یه نگهبانی هم تقاطع سوم داره. توجه نشونه ای از مریضی توی پسر نشده بودی؟ مریضی؟ کدوم مریضی؟ کدوم مریضی؟ مریض نبوده ایلم. من رفته ازشون گزارش تهیه میکنم. الان چشم به همشون هست. این هفته هم گزارش دادی؟ آره. این هفته با خاطر جریاناتی که به شما بود یادم نمیاد. فکر نکنم. بخیر دادی یا ندادی؟ هر هفته دادم. این هفته نه. ندادم. مامون. الو. بیا اینجا. بیا ماما. تو برگاهی زیکاتن کجا دیدی؟ کجا آقا؟ تو شهر. تو شهر؟ من شهرتم از این بورس شهر. شهر به من ربطی نداره. اینجا اونجا کجا دیدی؟ همینجا اصلا آقا، تو سالن غذاخوری هست، تو راهگن ورودی هست، جلوی در هست. ببینم تو اجازه گوره سامان نبودی؟ چرا هستم؟ با چه با بقیه نیستی؟ الان میرم، گفتن با لباس کامل بیاید، من دارم میرم لباس عوض کنم. برو زود باش بس. نه با لباس شو عوض کن. دارم راهگن؟ بیا. برو سر کمودت لباس عوض کن. کدومه کمودت؟ پشت. گذاشتمش رو آسه. آه فهمیدم، آسه. قبلش میشنم برم دستشویی؟ الان آخه نمیدونم چقدر طول میکشه. چی؟ هم کار شما دارم تو گیر رضایتون جرد میشه. ممکنه صد دفعه هم تکرار کنم. حالا کجا هست دستشویی؟ تایرا رو سمت راست. خیلی خوب بریم. بیا دیگه، چرا بایستدی؟ بیا
خبر دوباره دوباره تکون میکنی. یا بیرون دیگه. خیلی سیبون میشی ها. عادتم. بد عادتیه. اینجوری هم کلی آب پرون میکنی و امینم اینکه ما اینجا معطل. ببینم دستتو خوش شستی؟ به چیز دست نزدم. اینجا چرا مواد ضد عفونی اینقدر کمه؟ کم نیست گذاشتن همونجا. این بخار هم کم شد. اینا که خودش همش آلودگیه. کجاش ضد عفونی است؟ کلا اینجا خیلی کثیفه. پشتم درد میکنه. خوابم میاد. خستم. از این پلیس‌ها و همه این ماجرا خستم. میگن شاید هزار بارم تکرار کنم. هزار بار. هر کاری میکنم که این آخرین بار باشه. بازسازی صحنه قتل. بچه‌ها بازی بچه هاست. اما من صحنه قتل رو دوباره براشون بازی میکنم. بعدش هم تموم میشه. از این عذاب خلاص میشه. به همشون میگم که سامان رو من کشتم. میگم میخواستم جونم رو حفظ کنم. خودو بحث نکن. خودو. جونم هم. میگم کار خودم. بچه درست باسته. خوده خودم. همه ساکر. تنها. خب. بکنم همه تون میدونید که قراره چیکار کنید. پس خوب برفای من گوش کنید. هر کی هر چی دیده با مثل حرفای که علی میزنه نیست باید به ما بگه. ما میدونم علی دوست شماست. برای اینجا سه نفر آدم بود. اینجا. علی میگه سامان دو نفر رو کشته بعدم بهش حمله کرده. قبول. ما نمیگیم علی داره دروغ میگه. فقط میخوام بدونیم دقیقاً چه اتفاقی افتاده. اگه علی سامان رو کشته، باید جنازه‌اش کن. اگه جنازه اون برای حساره، خب چجوری بردادش اون رو؟ بعدش، اگه سامان دوتا از دوستای شما رو کشته، بچه هیچ کس به ما هیچی نگفته تا حالا. بغیر از این آقا البته. پس برای این دوستتون خوبه اگه همه چی واضح بشه. اگه شما مون به مون چی که میگم انجام بدین از همه بیشتر همین دوستتون منفعت میبری. واضحه؟ بله. واضحه؟ بله. از کجا شروع کرد؟ از تمرین. شما تا انگارتون چیزی شروع میکنید؟ معمولا بچه ها رو دایره میکنید. دایره کن. بچه ها تشکیلی دایره بدین. شما تو این گروه نیست بیدون بر. خب. طبقه تمرین. ما فقط باید بایدون سامون کنیم. اینا فقط میخوانم که من سامان مریض بودم و همه کاراشون علکیه، نترس از کاراشون. نمیرم چی این دختره. یه رو واسه کنیم این جام سران چی میگه؟ همه این عکس خوب نگاه کنید. میبینید سامانه درسته؟ کسی تصویر دیگه ای توی ذهنشه بگه. نه؟ نه. پس همه قبول دارین که این آقا مقتول بوده. اینم که اون یکی دوستتونه. درسته؟ درست جوون؟ بله. بقیه عکس رو بهشون نشون بدن؟ نه. از خدا رو شکر ما آدم اشتباهی نیوردیم. با این رفیقمون شروع کنیم. بیا جلو ببینم. خب تو یه کوری که بود. بیرون یه دور لبخند. چه خبر بود؟ خبر نبود مثلا. ساعت چند سامان رو دیدی؟ حدود 9. 9 یا 21. 9. کجا؟ کدوم ور؟ از اونجا ببینم راستی هیچ کدوم شما از اون نگهبانی اسمش چی بود؟ تقاطع سوم. از تقاطع سوم رد شده بره طرف حساب؟ نه چرا میخوان یعنی تو یک سالی هیچ کدوم شما طرف حساب نرفته؟ نه. شما خونه کجاست؟ دو تا بلوک اون ورتر. کجا اون ورتر؟ اون ورتر همین باشگاه. تقاطع سوم بلدی؟ نه بلد. حساب رو چی دیدی تا حالا؟ تو تلویزیون. تو تلویزیون دیدی. جناب سربان. برو اونجا که ایشون میگه جای سامان بیا ببین. من برم. که از خودشون بری بهتر نیست. نه شما بری بهتر. دقیقا کجا بود؟ نزدیک راه رو اون بر. یه ساک برداشتی هم دستش بود. به من گفتی نمی چه با همون بومو بشه. یه ساک هم بدین دستش. ساک. جان سرما. با بقیه بچه ها کاری نداری؟ فعلا مهدی گوشه باشم. بچه ها بیا بریم اون بر. ببینم اون روز چه ساعت اینجا بودی؟ هشت. هشت داری. صبحونه خورده؟ بله. چی؟ نیم املت با نون و چای. املت یا نیم رو؟ املت با پنیر. چه پنیر؟ پنیر خامه ای. خوب میشه؟ پنیر خامه ای با املت؟ بله خوب میشه. کی بدی آبا؟ کی؟ چرا؟ جواب منم سامان. آشپزیش خوب بود نه؟ بله خوب بود. شنیدم این سامان یه خود عجیب غریب بوده درسته؟
یعنی چه عجب غریب بوده؟ اون مربیتون میگه. چجوری بوده؟ همین دیگه، آشپزی میکرده، رنگای شاد میپوشیده. نمیدونم ایشون میگه حتما میدونه. اون میدونه، تو نمیدونی؟ ایشون رنگای شاد خوشش میاد، حواسش بوده حتما. موشو رنگ میکرد؟ نه، یعنی به طور طبیعی نقره‌ای بود؟ خود ماهی سامان اون رنگی بود. همیشه؟ تقریبا آخری هم که اونجا آفتاب نیست یکم رنگ ماهش روشن‌تر شده. جناب سرباز محمودی. بله. جناب سربان سیگار آف. خب آقای همه رو نقل دوتا نقل نقل کجاد کجا؟ بیا. باشو میخندی؟ ها؟ باشو میخندی؟ کی من؟ بله تو؟ کی خندی؟ تو همه یارش هم داری میخندی؟ چه میدونم؟ چه میدونم چی؟ آدم وقتی میخنده لابد یه چیزی میخنده دیگه، به چی میخندیدی؟ آقا به ایشون دارم سنگی با من بود. باسه چی؟ برای که سامان که این شکلی نیست. نبود این شکلی. میگه تو مثل سامان نیستم. خب اجازه بده ببینم. اجازه بده ببینم. یعنی شما نمیفهمید؟ این جای سامانه. داره نقش سامانو بازی میکنه. شما ببخشید حالا که مش نقره‌ای نیست. ادامه بده. ادامه میدی. خب چهار نفرم میآوردین که نقش ما رو بازی گفتی؟ میفرمایین چهار نفرم میآوردید که نقش ما رو بازی کنن. کلا اصلا میخواین بریم یه جای دیگه یا آدمای دیگه یا بیاریم؟ خوبه شما هم که همینجا هستین. غلطی میخواین میکنید. صفایسا. یا اصلا میخواین جناب سرگرد براتون شلوار صورتی بپوشه؟ جناب سربان اینه خوششون میاد، خوششون میاد، یه غری هم براتون میان، اینه که انگار از اون کارا بدشون نمیومده. توهین نکن آقا. دقیقه همه که توهین کردم هان؟ چرا خفه خون گرفتی؟ به ما توهین میکنی؟ یعنی یه نفر بیاد باشگاهتون شلوار صورتی بپوشه بهتون توهین کرده؟ داره سخت بزن جناب سربان. بس کن، بس کن، برو برو. شما بیاد بسن. بیاد بچه ها خوب حرف گوش کردین ها. علی دیدی اونو؟ آره راسته؟ نمیدونم شهر روز پیششه. اگه باشه چی کارش کنی؟ نمیدونم. اوضاع خرابتر نشه. مگه ندیدی به اونا چی نوشته بود؟ نه خواهرش نیست. اگه بود به من میگفت خواهر داره. خب بیدار بین اقب اونا همه چه همه شهیندار از این خالکوبی ها دارین درسته؟ بله. تو داری؟ بله. چی خالکوبی کردی؟ دیگه تیمیم دیگه، هرکی تو تیم سامانه از این خالکوبی ها داره، همه اونم داره. ببینم خالکوبی، بکش بالا بین، بکشم بالا، بکشم پایین، نشون بده بده. لعنت به تو سامان، لعنت به تو و هرچی که ربط داره به تو. درست وقتی که نیستی یکی جات سبز میشه، یکی لنگه خودت. الو شاید تشنه تر از خودت. الو تو که خواهر نداشتی. الو صدا میام. حالا وسط این بازی تکلیف ما با این جفت دوقلو چیه؟ اون دختری که با جناب سروان میاد خواهر دوقلوی سامانه، تازه از اون بود. تو این دور زمانه که میخوان از این تاریکی فرار کنن برن اون بر، اومده اینجا. چرا؟ دقیقا برای همین کاری که داریم انجام میدیم. با هم همه هنگی. پس شما رو الو. الو سلام علیکم. خوبی شما؟ چیزی شده؟ آخ ای بابا، نمیباید این اتفاق میفته. من امروز صبح عوضش کرده بودم. شرمندم واقعا. ببینید اون کمد روبرو رو باز کنید، توش یه بسته هست نوشته کیسه ادرار آبی نوشته، همونجا جلوه. پیدا کردین؟ بله. اون کافیست لوله رو در بیارین بذارین تو یکی. بله همین ساده است. کیسه رو بذارین رومیز، من امشب میذارمش. نه خواهش میکنم اصلا زحمت نکشید. نه من بذارین رومیز خب حالا رومیز نه، هر جا که خودتون صلاح میدونی. ولی دیگه زحمت نکشید، خواهش میکنم. مرسی، خیلی شرمندم واقعا، نمیباید این اتفاق میفتاد. مرسی، خیلی ممنون. خداحافظ. عجب تو خواستک خواهر داشت، ما نمیدونستیم. کی خواهر داشت؟ چرا باید میدونستیم؟ انگاه جزو بچه هم ها؟ حالا یکی مثلا چند تا خواهر برادر داره. چه ربطی داره؟ چی داشتم میگفتم تلفن زنگ زد؟ من میگم تو این شرایط چرا این نفر از اون مرد باید بانشه بیاد تو این تاریکی؟
حالا به خاطر هر چی پرسیدم من چی داشتم جواب سرکار محموده. حالا این دختر اینجاست. آقای من عقبتر کمی عقبتر واسطه درست جایی که اون روز سامان وایساده بود داره میاد سمت من. بیا. همونطور که سامان اومد سمتم. اینا میخوان که امروز همون روز باشه، روز آخر. تمرکز کن. اون روز بچه ها دور هم جمع شده بودن، بچه بیان یک چیزی نشون تو میدن، داشتن حرف میزدن که سامان اومد. یه ویدیو تازه آپلود شد. حالا همین دختر داره دانیال توشه. بیان میرم سرم نبز میگیره نگشته. داره نزدیک میشه. بزرگش کن. هوا گرم میشه. کجاش دانیاله؟ جریان هوا رو احساس میکنه. منم میگم دانیال نیست، دانیال ریش. وسط کتفم عرق میکنه. دانیال اصلا دنیاش فرق کرد با اینا. مثل هر بار که سامان نزدیک میشه. بهش بزنه رفتارش عوض شده. رفتارش این چیش نگاش عوض شده. از تکرار اون روز مضطرب. نه، یعنی مثلا صبح به جای پنیر کره میخوره. چیزی هم میگه. از این دختره که انگار خود سامان. سلام. بچا بیا اینو. بابا میگه بیا. بچا بیا سلام. سامان چی میدادی؟ من نمیدم، اونا میدن. بندی کفشت بازه؟ آره، مامانم مریض شده. من این مامانت بندی کفشت نمیبنده؟ یه جورایی. خب میخوای چی کارش کنی؟ تو میبندی برام؟ مامانتو گفت چی کارش بکنم؟ الان دیگه همه مریضن، اونم افتاده تو تخت. عاشقمه ولی بند کفشمو نمیبست. همه پدر مادر عاشق بچه هاشون. بذار تو ساکت. همین یه دونه است. کی داده؟ سامان بچه ها دیگه جونشو ندارم و پا افتاده. میرم خودمو معرفی میکنم. اینو نگفتم که اینو بگی. رایشی نیست. اسمی از شما نمیارم. من نمیارم. اصلا مسئله اسم آوردن نیست. اینا کسی رو درمان نمی کنن، معلوم نیست چی کارت میکنه. خب نکنن. شماها از چی میترسین؟ من نگران تو هم. نگران خودم. نهیدی دانیال چی شده؟ آها، پس برم. اوکی، میرم. همه با هم یه لشکر که شدیم برمیگردم پیشتون. من اینو نگفتم سامان. دانیال احمق بود ولی این بچه ها دوست دارن کمکت کنم. میخوام و یه فکر دیگه بکنیم. چه فکری؟ بیا ببین. پاشو بیا ببین. به قول طرف واضحه. گوشیت باته. رسید؟ داره میرسه. سامان اینجایی؟ دیدی فیلمو؟ کامل نه چشمم به دیدن خون عادت نداره. ها 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 به زودی عادت پیدا میکنه.
دیدی فیلمو؟ کامل نه. من چشمم بیدن خون عادت دارم. عادت میکنم. دیدی آدم واقعا چقدر خون تو بدنش داره؟ وقتی گردنشو میبارن یه دریا خون میریزه اون کف. تو بدن هر کی کلی خون هست. واقعی. نه مثل فیلمو. ببین. دیدن نمیخواد. بدون که این بچه خیلی ترسیده. یه حسی به من میگه تو از من خوشت میاد. میاد. تو فکر نرو. خودم یه کارش میکنم. جواد آقا خوبی جواد آقا؟ تشنم آخه چقدر تشنته؟ خیلی تشنم علی آقا تواتو سوم خیلی دوره آره خیلی دوره
چیه شده تو کمد؟ ما قول داده بودیم به خاطرش بمیریم. اگه بقیه یادش رفته من هنوز حاضرم. به بچه هم کار ندارم. فقط من اینو بهش بگم. از رو بخون. همینه. حفظم. دست خط خودتو نیست؟ نه نیست. دست خط سامان نیست؟ نه نیست. اینو الان بچه ها نمیشتن. کی نمیشته؟ صادق. اصلش کن. اصلش؟ نمیدونم. اصلش همینه دیگه. من این کاغذ نمیگم. یه اصلی داره. مگه نمونه از دست خط سامان نداری تو؟ اینا نمیدونن تو سر این بچه ها چی میگذره. بچه ها ترسیدن. ترسیدن که خواهر سامان مثل خود سامان باشه. میگن میخوان از شرش خلاص شن. معلومه که من نمیخوام تو این بازی باشم. سامان برای من کافی بود. آقایشون میگن سلام. میگن من تمرین کنم. منم گفتم که بلد نیستم. من برم یه لیمو آب بخورم بیام. نهیدا سب کنم ببینم. بلدی نمیخواد دیگه چهار تا حلقه پرت میشه. چهار تا حلقه نیستش. باید طول زمینه هایی برن و بیان با سرعت های مختلف. بیشتر از نیم ساعت گفتش که. خب برن دیگه. بخش اونجا چه گفت. خب وقت این کار به چه درد ما میخوره. ما سب بیدو تشریف بیدو. شما بیدو. چشم من گفته بود ارسشم با شما برنامه داشت. قرار با کاپیتان ترک اسمش نمیشه گذاشت برنامه؟ بعد همینجوری که شما میگین نمیدونم چه منظوری داری. گذاشتمش تو خود سامان. سامان برای من بس. من دوباره این کار نمی کنم دختر باشون. مجبوریم فرصت از این بهتر پیدا نمی کنیم. دیر به جمعیم دختره میاد سراغ تک تک ما میشه خود سامان. ما که نمیدونم. شاید اصلا این نباشه. خودش گفت که هست. بد جورم هست. اینا هیچ وقت نمیفهمن کار تو بوده. فکر میکنن دختره خودش گذاشته رفته. خب آقایون همه توجه کنن. تشریف بیارید لطفا. آقای بیار. ما در واقع کارمون رو بعد از بازی شما شدیم. یعنی از جایی که علی میره و جنازه کامبیز رو پیدا میکنه. الان فرض کنید که اون نیم ساعت توپ زدن ها و دویدن ها همه تموم شده، هر کس سر جایی که بود. خواهش میکنم به این سر جای خود باشید. من کجا باشم؟ شما در صف کنید الان معلوم. خانم کجا باشن؟ در نقش سامان. در نقش خودش که الان خونشون بود، در نقش سامان. سامان تمرین تموم نشد و به من گفتش میره آب بخور. بعد من نگران شدم رفتم دنبالش. رفت بود آب بخوره دیگه، نگران چی بودی؟ آخه سامان معمولا آب نمیخورد. پس یعنی من الان اینجا نیستم. نه اون لحظه که من کامبیزو پیدا کردم سامان اینجا نبود. من آزادم فعلا. ببینم ولی یه کسی دیگه تو رخکن شماره دو بود، اون کی بود؟ صادق. صادق الان اون موقع تو رخکن بود. صادق یه صادق واسم پیدا کن. صادق؟ آیا یه صادق میخوای؟ آیا یکی تو رخکن هست میخوایم من برم آره. پیداش کنم؟ آره برو آقا برو پیداش کن بیا. خب میام خوریتون کجاست؟ از این و تشریف اینجا هم زن همه تو آب خوری همه بیا بلاخره نمیدونی که بخواد چی شده رژنه کتاشو میخوایی بشنری یا رژنه بلندشو بلند چی داشتم دنبال یه گربه توی راه پله میدویدم بگیرمش خوردم زنم حالا پس نمیخوای بگی نه؟ بگم نکنه باز دوباره رفتم این خوب بیزن سامانه وقت نمیخواستم پامو بزنم توی این خونه ولی بس میرفتم با غیبزی به همو برمیداشتم دارم نمیخواد چیزی از من اینجا بمونه بعد جلوی تلویزیون من میشینه سیگارشو توی جا سیگاری من خاموش میکنه در کمدم باز کردم میبینم زیر شلواریاشو زین کرده رفتم میبینم برگشته به سامان چرا اینجوریه؟ منتظر صادری من رفتم میبینم برگشته به ساموئل دیگه فینگول دیگه نرگس فینگول دیگه کدوم خریه گربه زبون بسته مگه قبلا اسم نداشت یه زبون بسته ای تو حیوونه نمیفهمه
بذار هرچی دلش میخواد بهش بگه. راست میگه، ایمونه نمیفهمه. ایمونه ایمونه نمیفهمه، من که میفهمم. سلام. چی شد؟ سلام. چی جوری من فقط گفتم یه جوری گریمش کنن انگار گردنش بوده زنم اینجوریش کردم. خب شما کام بزنید درسته؟ نه واقعیتش پدرام الان در نقش کام بزنید. تمام. برو اونجا دراز بکشون پاس. چه کثیفه. دوست خیلی تمیزی بود ببینید. اونجا بودی ها؟ بذار بیدش کنم از اون موقع مفهوم تربیه سازه میکنم بشینه آره همینجاست یه چیزم بزنی زیر سرش که رو زمین نمیشه همین بیا یه چیزی بزنی زیر سر این که تنیزه چی بزنی؟ میخوایی من بشنم سرش رو بزن رو پاهم شما کی بودی؟ کارشناسایی که بده؟ کارشناسایی نمیخواد که برو اونجا پاشو بزن رو سرش سرشو بزن آقا ما آماده ایم خیلو باش بریم که سلام 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 از شاته گودرم گذشته آره خب وضعیت اینجور بودی درسته حالا فرض کنی هیچ کس نیست مثل اون روز همون کاری که انجام دادی انجام بودی بریم کنار لطفا اینجا رو قبل آقای من کنار لطفا عقب عقب بریم کنار کجا اونجا همونجا بایست نگاه کن میخوام به همه بگم سامان اون روز همینجا کامپیوتر بیزه پشته نترسم بفهم صداش درست نمیده خوبه بعدش رو افتادم رفتم سمت رفکن شماره دارم چرا؟ چون فکر کردم سامان رفتم اونجا همه رفکن دو بابا چیشی همه رفکن دو سب کنم بیرم چی بایش نمیده یقی دوش چه خبه؟ جاسه گفتیم ببخشیده دوباره جمع کردن این آدم ها مکافات ها خب اقلا مثل یه چند تاشون همجوری بریم رفکن دو هر که میخواد بکنم خواهی شروعی دور بر من نباشه باشه شما آقا شما شما بیا همه رفکن دو همه رفکن بابتون سامان اون که برادر عزیز مسلمه نه این تاریکی میگه نه عادت دارم چطور عادت دارم؟ شما راجب کمپ حمایت از مهاجرا شنیدین؟ همون که میگن هیچ حساری نباید وجود داشته باشه هر کسی باید آزاد باشه هر جایی که دلش میخواد زندگی کنه دقیقا چون کارمون غیرقانونیه فقط شبانه یعنی اینه که عادت دارم یعنی شما اون بریم ولی یه جوره این بریم؟ بله اینجا چی انگار همه چی خیلی به هم ریخته است مریضی نبود میشد تحمل کرد اونجورم برد نیست مادر منم مریض افتاد تو تخت آره دیگه مردم مریض میشن خوب میشن دوباره مریض میشن هزار تا مریضی با همه مثلا معلوم نیست چه خبر مردم باید همکاری کنن که نمی کنن آخرش میشه ببخش همه چی حاضر دیگه ها؟ بله آماده است ببخشی جازه فقط باید اون چمدون بزرگه رو بیاریم اینجا بر چه بردی؟ بر بیار دیگه پنگ پام یکیتون بره بیاره خیلی خوب من میرم میارم من مربی رو میشنسیم سامان چیزی نگفته در برش یادم نمیادم درخواست عجیب غریبی چیزی چه جور درخواستی؟ هیچ من هم یه مریض دارم خونه زنم ببخشید چرا این قضیه بیماری که میگفتی؟ آها بله حالش خوب بوده یه روز اومد خونه گفت خستم رفت تو تخت دیگه هم بلند نشد آخرین حرفش رو تمیم من خواستم
حالا یه سال نیمه پاش لمس هیچ کاری هم نمیتونه بکنه، نمیتونه از تخت بیاد پایین، نه حرف بزنه، نه ادرارش رو کنترل کنه. الان کلید دادم به یه غریبه که بره بهش سر بزنه، یه غریبه که همسایه‌مون. خبر دادم گفتم من زنم مریضه، بلکه بیان یه کاری بکنم. اومدن میگن هیچیش نیست، خودش رو زده بیماری. از منم جوانتره ها، ولی ببینی خیلی پیرتر میرم. من چرا اینو بهتون گفتم؟ آه، سر این قضیه مهاجرت که میگفتین، من دنبال یه راهی هم که ببرم ایشون بر. شیش ماه قبل از خانومم خواهرش مریض شد، اونم سعی و سالم یه روز رفت خونه، خوابی دیگه بلند نشد. با جناب هم اینقدر نرفت خونه، همونجا تو تختش مرد. خونه نرفت، خسته شده بود دیگه. میفهمم، مرد خوبی ها، میبینمش. امروز یه حشره های ریزی هست، مثل کرمه، مثل زالو، تو بالش پر. بیشتر تو بالش پر زندگی میکنن. بعد اینا از پشت گردن شروع میکنن به خوردن خون. آدم بیحال میشه، خودشم نمیفهمه چرا. همینطور یادم افتاد اینا. اینم چه بدونه؟ آوردمش. فقط خودی گنده است. بیارمش اینجا؟ نه من خودم میبرم. عجب. بازش کن ببینم. چجوری گذاشتیش اینجا؟ سرش رو گذاشتم یه بر، پاهاشم جمع کردم تو سینش، دستاشم خوابوندم زیر پاهاش. ما بچه بودیم همیشه این کارو میکردیم. چیکار؟ وقتی میخواستیم از دست بابا مینا قایم شیم دوتایی میرفتیم این تو. این مثل تاردیسه. مثل چی؟ میخواییم دارم توش ببینیم؟ نه بابا بلکن ببین. سب کن ببین. مشکلی براتون؟ نه اصلا. خیلی خوب، بازش کن. ببینش تو رخکن شده براتون. بفهمید آقایون، بفهمید مرکه تمومه، بفهمید دنبال کار کن. تا کجا کشوندیش؟ تا کنار ماشین سامان، همونجا هم بردنش. پس سامان هم باید اونجا بشه دیده رسید؟ بله. شما... یه لحظه، کارتون دارم. به نظر من اشتباه کردین که دید دادین به همسایتون. اینطوری میتونستین این ماجرا رو تا هر وقتی میخواین کشش بدین. درست مثل با جناقتون. منم میتونم برم؟ دوباره با همیم دنبالت. نمیدید تماش کنی؟ حالا میم باشه بینم. اینا توی تمریناتون آزاد بود؟ نه آزاد که نبود، فقط سامان بر من اجازش گرفتم. باید بهشون بگم که امروز سامانو تو رختکن پیدا کردم. بعد بگم که سامان رو جنازه صادق نشسته بود و من با دیدنش شوکه شدم. به جان جوای صدام، بیا اینو جمع کن. بعد بگم که به سامان کمک کردم که جنازه رو بنام کنه. بعد بگم که بعد چطور با چاقو زدمش رو، جنازه‌شو انداختم تو چمدون. هرچی مقاومت کنم بدتر میشه، میفهمی؟ من اگه چیزی نخورم بدنم عکس العمل بدتری نشون میده. اون وقت دیگه نمیتونم انتخاب کنم. هر کی جلوی ماش امنیت نداره. خودتون خواستین معرفیم نکنین. حالا خودتون پشتمو خالی کردین. منم باید از پس خودم بر بیام. بقیه‌اش چی بود؟ والا خودت هم در امان نیستی.
منم باید از پس خودم بر بیام، ولی خود تو هم در امان نیستی. الان صادق انتخابت بود. تو رو انتخاب میکردم؟ بس بیا ببین آدمی که انتخاب کردی چه یاد داشتی برات بذاشتی اینجا. دو دقیقه نسکه سپر توزا برو. چرا باش حرف نزم؟ الان دختره میسوزه دود میشه، انگار از اول نبود. دارم بال در میارم درست از وسط کتفم، از اونجایی که همیشه عرق میکنه داره پر در میاد. چرا هیچ وقت سامان بهم نگفته بود که خواهر داره؟ چه خبر؟ دوبار سیخون میکشی؟ یا بیرون دیگه؟ خیلی سفر میکشی یا؟ عادت همه بعد عادتیه اینجوری هم کلی آب پرون کنی و امیرم این که ما اینجا معطل. دستون خوب شستی؟ به چیزی دست نزدم. اینجا چرا مواد ضد عفونی اینقدر کمه؟ کم نیست، گذاشتن که تازه بخورم هست. اینا که همش خودش آلودگیه. کجاش ضد عفونی میکنن دست؟ کلا اینجا خیلی کسی شد. هزار بارم که از اول بسازم من همین رو تعریف میکنم. من سامان رو اینطوری زدم، رفتم تو رختکن با چاقو زدم وسط سینش. هزار بار دیگه هم همین رو میگم، سامان کامیز و صادق رو زد به خاطر خون، منم تو رختکن زدم وسط سینش. سامان کامیز و صادق رو زد به خاطر خون، منم تو رختکن زدم وسط سینش. سامان کامیز و صادق رو زد به خاطر خون، منم تو رختکن زدم وسط سینش. ساکت لطفا. سامان کامیز و صادق رو زد به خاطر خون، همه ساکت، منم تو رختکن. بله. خب فکر کنم دیگه همه تون میدونی قراره چیکار کنی. پس خوب به حرفای من گوش کن. هر کی هر چی دیده و مثل حرفایی که احسان میزنه نیست باید به ما بگه. من میدونم احسان دوست شماست، ولی اینجا سه نفر آدم مرده. بیا اینجا. احسان میگه سامان دو نفر کشته بعدم بهش حمله کرده. قبول. ما نمیگیم احسان داره دروغ میگه، فقط میخوایم بدونیم دقیقاً چه اتفاقی افتاده. اگه احسان سامانو کشته خب جنازه‌اش کن. اگه جنازه اون برای حساره خب چجوری بردادش اون برد؟ بعدش اگه سامان دوتا از دوستای شما رو کشته و چرا هیچ کس به ما هیچی نگفته تا حالا به غیر از این آقا؟ البته پس برای این دوستتون خوبه اگه همه چی واضح بشه. اگه شما مو به مون چی که میگم انجام بدین از همه بیشتر همین دوستتون منفعت میبره. واضحه؟ بله. واضحه؟ بله. از کجا شروع کردیم؟ از تمرین. شما تمریناتون رو چجوری شروع میکنید؟ معمولا بچه ها رو دایره میکنید. دایره کن. بچه ها تشکیل دایره بدید. خب اینا فقط میخوام بفهمن سامان مریض بودی. این کارشون هم علکی به اون هست. نترس ازشون، من میرم پیشون. بیا رو آس کنید بینید بزنان سرها چی میگه؟ همه این عکس خوب نگاه کنید. الان نه. ببینید. سامانه درسته؟ کسی تصویر دیگه ای توی ذهنشه بگی؟ نه؟ پس همه قبول دارین که این آقا مقتول بوده. اینم که اون یکی دوستتونه، درسته؟ درسته جوون؟ بله. بقیه اکثرم بهشون نشون بدم؟ نه.
از خاطر شک ما آدم اشتباهی نیبردیم. پایین رفیقمون شروع کنیم. به جلو بینم. شما یه زحمت بکشید. بیرون من یه دور لوازم دارم. چه خبر؟ چه خبر بود؟ برو بیا. خاصی نبود. مثلا میشه. سامانه ساعت چند بود؟ حدود 9. کجا؟ کدوم؟ نگار. من اسمش رو کجا میدونم؟ تو این کاغذ نوشته باید بمیره. ما باید بکشیمش. چون مریضه. چون خواهرش. سلام. سلام. علی. اسم منو سامان گفته بهتون؟ نه خودم میدونستم. چرا آروم حرف میزنی؟ از کجا؟ احسان، محمد، پژمان، جمشید، اون کنارم رحیم. اینو کجا بذارم؟ شما چرا زحمت کشیدید؟ اینجا فرقی نداره، هر جا میذارمش. اینجا فقط پایش شکسته. پایش؟ چرخش، اینجاش. میرم بزرگرم میارم. اون سنگینه، خودم میارم. نه گفتم بیارم، کمک میگیرم. راست خواهر سامانی؟ سامان از شما زیاد گفته بود. از من؟ از همه تون، از کمکی که بهش میکردین بعدم نکردین. چقدر شبیه سامانی. من قبلا اینجا اومدم. کی؟ همیشه. هر وقت سامانو میدیدی با اون چمدون قرمز من توش بودم. تو مگه اون ور نبودی؟ تو چمدونم یه جورایی اون وره. بودی یا نبودی؟ نه نبودم. همیشه یکمون تو چمدون بود، یکمون بیرون. سر همه رو کلا گذاشتیم، حتی بابامینم. اونا هنوزم فکر میکنن من اون ور بودم، ولی ما ور خودمونو تو چمدون ساختیم. نفهمیدم. من اسکارلت ویچم واسه خودم. اگه تو فهمیدی؟ حالا چرا؟ اون روزا یادت سامان شو بده بازی کرد؟ رفت تو چمدون بعد از اون ور سالن از پشت صندلیا زد بیرون، همه تون کف کردیم. اونی که پشت صندلیا بود من بودم. پرسیدم چرا؟ چرا چی؟ چرا نرفتم؟ تو واقعا فکر میکنی دیگه فرقی بین این ور و اون ور هست؟ همه تا 2 سال دیگه یه شکلن، یه شکلتر از من و سامان، جوری که هیچ کس نفهمه کجا این وره کجا اون ور. نمیشه یه پای آدم این وره حصار باشه یه پای آدم اون وره حصار. بالاخره یه جایی حصار گشاد میشه. اینو شنیده بودی نه؟ سامان میگفت همیشه. من میگفتم نه سامان. تو هم خیلی از حرفاتو به من زدی نه به سامان. چسب بس پایه چمدون. چسبوندی 2 دقیقه نگه دون. مثلا؟ مثلا اون روز که تو رخکن به سامان گفتی از مدلت خوشم میاد. از مدل من خوشت اومده بود، به من گفتی. نمیفهمم چی میگی. بیگاه شد، بیگاه شد خورشید، اندر چاه شد خورشید جان عاشقان، در خلوت الله شد روزیست، اندر شب نهان ترکی میان هندو ها. ترجیح دادم اینجور چیزا رو به سامان نگم. من به سامان گفتم. تو گوش من قشنگ تر بودم. اونی که تو دوست داشتی من بودم. اینجا چی میخوای؟ میدونم شما خواهرشی، اما این بچه هر کدوم هفته ای دوبار نوبتشون میشد که خون بدن. بعد مگه دیگه چقدر جون داشتن؟ هفته ای دوبار یه شیشه خون کم نیست. از اول چرا قبول کردین؟ مگه میشد قبول نکرد؟ خودمون هم میخواستیم. توضیح دادنش سخته. سامان همه چیز ما بود. شما ماجرای ما و سامان رو نمیدونیم. شما فکر کنم میدونم. حالا این هیچی. از یه روزی یهو سامان گفت 2 تا شیشه خون. بعدش سخت‌ترم شد. حالا که شما میخوای سختش کنی. یکیشو واسه من میخواست. نترسین، شوخی کردم.
ببینم شماها چطور نمیترسین من برم بهتون بدم، برم بگم اینا یه مریض زیکاتن داشتن این همه وقت مخفیش کردن، اینکه جرمش 10 برابر بیشتر از کشتن سامانه. کسی نمیدونه ماجرای این مریضی چیه و چرا مامورا میبرنشون. ترسیدیم این براش از همه چی بدتر باشه. از طرف این آخرها مجبور بودیم واسه خون بریم سراغ آدم هایی دیگه. سامان یه لشگر میخواست که اینم نمیشون. بچه هم به اینه که سامان معرفی کنن یا نمونده بودن. این شد که چاقو رو گرفتیم محض احتیاط تا اون روز. بعدش هم قرار شد یکی از بچه ها بگه که جنازه رو انداخته اون بر حساب، که بعدن نگن پس جنازش کن. اگه اینجایی که سر از کار سامان دراری این همش بود. تابلو نقاشیت هم پیش منه، آوردمش. اونو سامان بهت داده. این چرخ هم واسه سامانه. من یادم. علی من میتونم باشم بدون ببرمت، یه عمر توش زندگی کردم. بیا اینجا. این پسر اومده تو انباره. بار داره بخواد چیز بگه من مشکرا ندادم. چی بخواد بگه مثلا؟ نمیدونم. بخواه این پسره رو آورده میگه میخواد ردش کنه بره. خب به تو چه؟ خب همین دیگه، من هم میگم من ربطی نداره. کی هست اصلا این پسره؟ همین که خرط و پرت و عتیقه میاره میفروشه. اونه تو که خود ازش خرید داری من پرسی کیه؟ من باشه در با نیست. مشتری مثل عروسکه آبوده؟ یه دره سب کن ببین این ماکت اصلی اینجاست، میخوام بفروشمش اگه کسی خواست. این سالن اصلیه، این هم راه رویه که تو از توش اومدی. رفقات هم که این پشته. اینجا هم جایی که ما الان هستیم. اینجا قرار بود یه موتورخونه باشه، این تیکه یه در میشد و از اینجا هم تا اون پشت یه راه رو میرفته. ببین، حالا یه چیز دیگه نشونت بدم، اینو نگاه کن. قرار بوده چی بشه، چی شده. ببین، این سیلند اصلی این موتور خونه است. اینو وقتی میذارم اینجا، ببین چی شد ببینشه. جالبه نه؟ میخریش؟ اسکندر برام آورده. چاقوی منم آورده؟ آه، اسکندر! سلام. آوردی؟ بیا علی آقا، این همون چیزی که میخواستی. ببین چاقو رو به هر کی بزنی بعد 2 دقیقه قلبش آتیش میگیره. طرف هر کی بود، طرف زورش زیاده یک کنه. حالا هرچی به کارش میکنه که طرف نیست و نابود بشه. اصلا دود میشه میره هوا، انگار از اول همچه آدمی وجود نداشته باشه. نه خودش، نه هیچ آدم دیگه. هر چقدر هم زورش باشه نمیتونه چاقو رو در بیاره. شما خودت میخوای چاقو رو بزنی؟ اونم نمیدونم. حالا هر کی، این چاقو رو فقط اون کسی که زره دوباره میتونه بکشتش بیرون. فقط اون کسی که چاقو رو زده میتونه بکشتش بیرون. وقتی چاقو رو بکشی بیرون دوباره قلب جمع میشه، دوباره سالم میشه، عین روز اول. روشن شد؟ آره. خب حالا خودت میخوای بهش بگی یا من بگم؟ هر چی شما بگی. شما یه دقیقه برو اون پشت. ببین اون بر منتظرم، من عجله دارم. اگه بخواه خدا هم میتونه بشه. نه شما برو. باشه چیزا. ببین مرسی. این پسر پشت توی کفش کرده میخواد از اینجا بره. میگه جونش در خطره. این کلش هم پیده یک کیسه خونه. میگه به یک اتاقش پول میده میبره تش تو حساب. اونجا پاس اینا رو نابود میکنن به اسم یه آدم جدید. یه تیم هست میبره تش اون بر. اون بر که برسه دیگه تمام. میگه اونجا قاتل
آدم های جاهای دیگه میشه و کسی نمیفهم از کجا اومده. اگه بره که براش بهتره، اما کی رفته که این دومیش باشه؟ خوبش بگو نره. بگم نره که میگم تو که گوش بده. حالا که این فری مرکوری نیست بازم شاید تو باش حرف بزنی. فری کیه؟ همین پسرک شرف صورتیه سامان، فقط اونو قبول داشت، حالا میخواد به تو بگی ببریش. من چجوری ببرمش؟ میگه میتونی جریان این چمدونه چیه؟ کدوم چمدون؟ این چمدونه واسه شاتش کن. من چمدون ندارم واسه کسی آتش کن. مرسی واسه این فعلا. من راجع به رفتن کسی با چمدون که فقط تو استقام چیز نگفتم، اما این هرچی گفت خودش کن. خیلی خوب ببین، الان صادق تو رخکن شماره توه، اینو بده بهش، بذار تو کمدش. خب بوده. نگار خودش گفت که سامان سهم اضافی رو واسه اون میخواسته. بازی همین میگیم و بازی میکنیم که چطور سامان رو کشتیم. بعد به جای سامان نگار رو میکشیم. نگارو میکشیم و این مامورای احمق فکر میکنن که خودش گذاشته رفته. همه چی همینقدر ساده است. گذاشتمش تو کمد صادق. سامان بر من بس، دوباره این کارو نمیکنم. دختره با شما مجبوریم. فرصت این بهتر پیدا نمیکنه. دیر به جمعیم دختره میاد سراغ تک تک اون میشه خود سامان. خب ما که نمیدونیم، شاید این نباشه. خودش گفت هست، بدجورم هست. نترس، اینا هیچ وقت نمیفهمن کارتو. فکر میکنن دختره خودش گذاشته رفته. باید حسابی بدم، باید هرچی از زندگی میخوام روی برگی بنویسم. اگه یک کاغذ قلم پیدا کنم روش بنویسم میخوام رو فرم باشم. صخره نورد یاد بگیرم. میخوام برم. میخوام بفهمم این دختر چی تو مغزش. دروغ میگه. این تابلوی نیست که من برای سامان کشیدم. من دختر رو نکشتم. من سامان رو نکشتم. تو اون کاغذ می نویسم دارم تمرکز می کنم تا بتونم با نگام همه چی آتیش بزنم. می نویسم می خوام کی باشه. می نویسم سامان هنوز زنده است. می نویسم می خوام سامان هنوز زنده باشه. سامان نگار بهت گفت که من سهم اضافی واسه اون می خواستم؟ باش حرف زدم. کف کردی نه؟ صدام این خودش نبود. تو مگه اون تو نبودی؟ آف شدم بابا از این مسخره بازی. از حقیقش همه تون بهتر بود نه؟ کلن تو کار چاخانی ها. چاخان چیه؟ اون جعبه واقعا جادو داره. بلد باشی توش بری یه ثانیه بعد هر جا بخوای هستی. یه بره دیگه کره زمین، یه سیاره دیگه، هر جا. خب الان چرا رو افتادی دنبال من؟ دنبال تو را نیفتادم. میرم اون دستشوی پشتی. تو این بری میری؟ خیلی برای خاصی نمیرم. همینطوری اومدم اینجا. خب پس بری، من در پرچم ازت جدا میشم.
میدونی چرا به این بازی میگن مس؟ نه. مسیر زندگی مس. برای من اینطوریه، چون اگه تو بتونی رو 40 متری حلقه رو بندازی تو میله، باید یه اون تجربه داشته باشی. مثلا ما الان تو اول زندگیمونیم. خوب نیست که میشه از همینجا آخر شدید؟ آخرش کجاست؟ پرچم میگه. پس فعلاً جای خوبش. آره دیگه، هنوز از هم متنفر نیستیم. برای 2 سال اول خوبه نه؟ تو فکر کنی من فقط 32 سال زندگی میکنم؟ خب اگه بری زندان و قتل و اینا که 32 سال خوب گفتم. شاید همینجوری بهتر باشه تا اینکه بخوایم تا آخر اون با هم زندگی کنیم تا پرچم. بیا به این مسخره بازی هدف بالا بدیم. پرسیدی من برای چی اینجا؟ من برای این اینجا. اینا رو قبلا دیده بودی؟ خودم ساختم. باریکترم ولی هر کدوم 3 لیتر جا میگیرم. جالبه نه؟ من باید تا آخر عمرم این کار انجام بدم. تو همیشه به خاطر سامان این کارو میکردی، حالا به خاطر من. تو که میگی همیشه به خاطر تو این کارو میکردم. میگم دوست داشتم اینطوری فکر کنم. میخواستی اینو بدی به سامان بشنوه، ولی خب جای اون دادیش به من. 1000 بار گوش دادمش، هر بار باحال‌تره. منم هیچ وقت بهش ندادم. شک دارم هیچ وقت به خود سامان گفته باشه. دست خودت. شاید بهتر بود میدادیش به خود سامان. احتمالاً ترجیحت اینه. اونو به میدی؟ دیدی که داریم تو پیری از هم جدا میشه. آره بچه‌ها سنه جرمه، من فقط گفتم یه جوری گریمش کنن انگار گردنش بریده سر اینجوریش کردم. خب شما کام بیزید درسته؟ نه واقعا هیچ پیدا و نقش کار خب هم برونجون پشت نماز بکش ببین اینجا کثیفه. من تو خیلی تمیزی برو اینجا بود دیگه. بسنه برونجون چه زرین خوراکی آقا چیزی هم بذارین زیر سرش که رو زمین نباشه. حمید بیان یه چیزی بذارین زیر سر این که آقا یه بالشتک چه جوری بشه. آقا میخوام من بشینم سرشو بذارم پایین. شما کی بودی؟ کارشناسایی بده. کارشناسایی نمیخواد که. اونجا پاشو بذار رو سر سرشو بذار بابا دیگه دیوونه بشه. آقا ما
سلام آقا دیگه. بله چی؟ جام سرمان بود. فیلم سینمایی ما که برسیم اینجا تو مردی دیگه بگی بخواب. از پاتتون دارن تو داشته ها گرفتم. وضعیت اینجوری بود دیگه درسته؟ حالا فرض کنید هیچ کس نیست، به سر روز هم کاری که انجام میده انجام بده. بری که الان رفتن خلوت کنید. بری رفتم سمت رخکن شماره دو. چرا؟ گفتم شاید سامان اونجا باشه. همه رخکن دو؟ دو چی چی همه رخکن؟ سب برو بیرم دو برو جمعه کردیم آنها می کافه کردیم. خب از اولا می زنیم هم دو یادو شما داریم. هر کنی تابا کن قدی شروع دو برو برمان نمیشه. آشو آقیم شما بیار. آقیم همه رخکن شو. همه رخکن شو. آرتیز پاشو رخکن شماره دو. Thank you.
اینا همش تو مغز منه، آتیش تو مغز منه، نگار تو مغز منه، اون تابلوی توی مغز من هنوز سالمه و نسوخته. میخوام دوباره شروع کنم به دویدن، میخوام که سامان زنده باشه و بهم بگه که خواهرش دروغ میگه، میخوام بالام زودتر در بیان، صخره نوردی بلد باشم، عینک آفتابی بزنم، میخوام بفهمم همه ی حرفامو به کی زدم، میخوام که نگار نباشه یا اصلا سامان نباشه. اینا رو مینویسم که یادم بمونه دو نفر رو به خاطر سامان کشتم، دو نفری که مثل سایه دنبالم. کاش واقعا فرصت دیگه داشتم، یه نقش جدید، فقط یکی دیگه. بالام دارم بزرگ میشه، کاش مینوشتم که میخوام یه پرنده قوی باشم، میخوام زل بزنم به پلیس توی رختکن و آتیشش بزنم. گذاشتمش توی آچار. فهمیدم آچار. چی براشون می نویسی تو اون کاغذه؟ این کارت دوست ندارم، ادای سامان رو در نگیر، این خودت حرف بزن. این دختره که ادای منو داره بود؟ چرا اومده اینجا؟ حالا چی نوشتی واسه اینا؟ قبلش میشه من برم دستشویی؟ بخونه بیم چقدر خیلی میکشم. چی؟ نوشتم چیزی راجب خون دادن به تو نگه، این مامورا میدونن تو چت بوده، دنبال مدرک میگردم مطمئن شم. سپردی نگار چیزیش نشه؟ نه، چرا باید بسپرم سامان؟ من به تو قول دادم نه به نگار. من و نگار فرقی با هم نداریم، اینو نفهمیدی؟ میدونی حال وضعیت من چجوریه؟ میبینی همه از کنارت میگذرن و تو میتونی واسه همیشه جایی که هستی باشی. اینو ببین. فکرش هم نمیشد کرد. میخوام سیبیل بذارم، فکر میکنی به هم میاد؟ شنیدم یه چند نفری به هم میگم فردی مرکوری. فکر کنم چشمشی. چرا انقدر تو قیافه ای؟ نگفته بودی نفس. به هیچ کس نگفته بودم. چرا بردش اینجا؟ خودش اومده، کار داره، یه هدف والا. چرا من نگفتی اینو برای دو نفر؟ چته تو امروز؟ دیگه چیا رو من نمیدونم سامان. یه دقیقه بشین. میگم چیا رو نمیدونم. بشین.
شاتو ببر. آره اینجام. بیا یه کمکی به من بده، از اونجا یه چسبم بیا. یه چمی دونه است باید با هم ببریم، باید به این دختره بگیم که میدونیم چرا اینجاست. بایی ما میدونیم چرا اینجاست. نمیدونیم؟ من تو نمیدونی؟ تو هم خیلی از حرفاتو به من زدی. چسب واسه پای چمدون، چسبوندی دو دقیقه نگه دار. یه آدمی که من دیدم عمرم به دختر حرفی بزنه. چرا؟ چرا؟ بیو ببین، دست و پاشو گم کرده جلوش، باز دلش رفته. وقتی رفتیم اون وقت خودم بهش میگم که حساب کار بیا دستش. تو هم دنبال حرفمو میگیری. این چیه؟ مال دختر است، مستقیم از اونجا اومده. من شروع میکنم، تو هم پیامو بگیر. بچه هم هستن. میدونم شما خواهرشین علی. بیا اینجا. اما این بچه هر کدوم هفته ای دوبار نوبتشون میشد که خون بدن. بعد مگه دیگه چقدر جون داشتن؟ هفته ای دوبار یه شیشه خون کم نیست. از اول چرا چند بار میخوای اینو بچسبونی؟ اینطوری راه نمیفته. این راهش نیست. همه چسبای دنیا رو هم که جمع کنین تو انبارتون بالاخره که طعم میکشن. رابطه ما رو سامان نمیده. شما فکر کنید همیشه با آدم اشتباه اعتماد میکنید. بعدش سخت‌ترم شد. حالا که شما می‌خوای سختش کنی. یکیشو واسه من می‌خواست. نترسین، شوخی کردم. علی بیا اینجا. ببینم شما چطور نمی‌ترسین من برم بهتون بگم؟ برم بگم اینا یه مریضی زیپتن داشتن، این همه وقت مخفیش کردم. اینکه جرمش ده برابر بیشتر از کشتن است. سامان اینجا. بیا میخوام یه چیزی بهت نشون بدم. اینا فالوورت هم کامبیز و صادق. جواد آقا چند دقیقه دیگه دمم آب سرد کن و پاک کن. پاکه پاک. پس فالوئرات هم بیشترشون کن، هرچی بیشتر بهتر.
نگاه نوشته رنگ مردمان که چشم عوض میشه احمقا لابد فکر میکنن رنگ موهای منم واسه همین عوض شده دیروز دیدم یکی از بچه هم داره با موبایلش ازم فیلم میگیره بهش میگم داری ازم فیلم میگیری یه نه دارم سایت چک میکنم سپردم چند تا بچه هم با چشو بگیرم ببینم چه مرگشه دیدم 4 روزه داره از من فیلم میگیره کرده منو در بیاره مثل من را بره مثل من حرف بزنه هم خوشم اومد هم خواستم تنبیهش کنم آوردمش تو جمع میگم چجوری تنبیهت کنم یا همونجوری که خودتونو تنبیه میکنی میگم آخه بچه من اگه بخوام اونجوری که خودم رو تنبیه میکنم تو رو تنبیه کنم که دهنت سرویسه میگه اب نداره ببینم تو سوالی نداری بخوای از من بپرسی؟ مثلا نمیخوای بدونی در مورد آینده چی فکر میکنم؟ نمیپرسی موزیک این آخر چی شنیدم؟ چی شنیدی؟ وقت نکردم چیز جدیدی اومده؟ پتانسیل عشق چی هست؟ دستم رو بگیریم پتانسیل عشق هست حرفم رو بشنوی پتانسیل عشق هست به نگاه هم نگاه کنیم پتانسیل عشق هست مسخره منظورش چیه این پتانسیل عشق است از این چیزا گوش میدی یه نگاه به این بنداز الان برمیگردم نظرت چیه؟ راست راست داری لشکر درست میکنی سامان تو باشی لشکر نمیخوام میتونم برم؟ اجازه میگیری؟ خب معلومه بچه ها من جونم و مدیونه اینم هر وقت خواستی میتونی بیا پیش ما حالا برنامه چیه؟ با این همه آدم و تشکیلات ضعیفیم برنامه اینه که برگردم یه بار انداختنم بیرون طبیعیش اینه که بخوام برگردم خب چرا نمیری اون ور؟ اون ور؟ یه موقع این ور اون ور داشتیم اون ور هم بود این ور گوه ولی حالا هر دو طرف این هم نیست کپی پیست ببینم این چمدون منه؟
آره. چیکار دارم باهاش؟ پاسپورت میگه همه چی با عین قبل باشه. ای بابا میزنن داغونش میکنن. آره نگار بهم گفت کلک میزد. نگار گفت کلک میزدی؟ دوباره تو اون چمدون یه ثانیه بعد هر جا بخوای هست. نگار گفتش اون بوده جات میومده بیرون. بعد من کدوم گوری میرفتم؟ مگه من تو چمدون نبودم؟ نمیدونم. مگه من به تو یاد ندادم چطوری از راه دور صدا رو بشنوی؟ چه ربطی داره؟ همه چی رو من یاد تو دادم. حالا حرف شده حرف نگار. تو چیزی راجع به این میدونی؟ چی هست؟ تا حالا نهیدنش یکانه پتانسیل عشق رو سیختی علی ماما بیا بابا این پتانسیل عشق هست باش به همشون بگم سامان دارم درست همین پوش همین دروم همیشه از دوست کاش به همشون بگم هیچ وقت سامان نزده ما از همین هم بشید سامان نگاه نگاهی که داره پشته میشون سامان میگم نخواستم بنویس ما قول داده بودیم به خاطرش بمیریم اگه بقیه یادشون رفته من هنوز حاضرم به بچه هم کاری ندارم فقط من اینو بهش بگو خودت هم باید بریم اون پشت ببرم؟ آره فقط قبلش گیل کمودت هم بده کنم سامان دارم چیزی داره برای تو ضبط میکنم برای مهم نیست که داری به این کار میخندی بکنم تو حالا فهمیدی که من حاضرم به خاطر تو هر کاری بکنم حالا میخوام بهت بگم چرا حاضرم تو
هرچی مقاومت کنم بدتر میشه، میفهمی؟ من اگه چیزی نخورم بدنم عکس‌العمل بدتری نشون میده. اون وقت دیگه نمیتونم انتخاب کنم. هر کی جلو ماشم امنیت نداره. خودتون خواستین معرفیم نکنین. حالا خودتون پشتمو خالی کردین. منم باید از پس خودم بر بیام. بقیه‌اش چی بود؟ بله خودتو هم در امان نیستی. منم باید از پس خودم بر بیام. بله خودتو هم در امان نیستی. الان صادق انتخابت بود؟ تو رو انتخاب میکردم؟ پس بیا به این آدمی که انتخاب کردی. چه یاد داشتی برات گذاشته اینجا؟ چند دقیقه قبل فکر میکنم، خودم رو میبینم که دارم رو کاغذ مینویسم چی باید باشه، خودم رو میبینم که داره تو انبار چاقو میگیره، خودم رو میبینم که داره چرخه چمدون رو میچسبونه، خودم رو میبینم که به منصور میگه تا 2 دقیقه دیگه اونجا پاکه، خودم رو میبینم که نمیخواد نگار ببینه. به چند دقیقه بعد فکر میکنم، منو نگار کنار ساحل راه میریم، آفتاب داره پوستمونو میسوزونه، ما آتیش میگیریم، آتیش میگیریم و دوباره از خاک سر بلند میشیم.